داریم و فقط به این می‌پردازیم که چطور به دردمون می‌خوره. خط آبی حجم بازار یا مارکت کپ ما رو داره نشون میده. ببین مثلا اینجا بوده چقدر 2.5 میلیارد. اینجا بوده چقدر 320 میلیارد. الان هست چقدر 100 مثلا اینجا نشون میده 101 میلیارد. 183 میلیارد دلار. پس خط آبی مارکت کپ بیت کوین رو با گذشت زمان داره نشون میده. خط زرد هم چیه؟ خط زرد همون حجم بوده چقدر 320 میلیارد. 183 میلیارد. خط آبی نشون میده. خط زرد هم چیه؟ خط زرد همون حجم ارزش تحقق یافته یا ریلایز ولیو ما که یه اشاره قبلا بهش کردیم یه چند دقیقه پیش، و خط قرمز شاخصی هست که شدت تفاوت بین مارکت کپ و ارزش تحقق یافته رو نشون میده. اینا مهم نیست، فقط میگم که اطلاعات داشته باشید. حالا سوالی که مهمه برامون اینه که اینا به چه دردی میخوره. این خط قرمز به طور تاریخی در پیدا کردن فرصت‌هایی که در اون قیمت بالاتر از ارزش واقعیش قرار میگیره موثر هست. خط زرد هم در پیدا کردن زمانی که قیمت زیر ارزش واقعیش قرار داره موثر. یعنی چی؟ گفتم که آقا خط قرمز اومد وارد باکس قرمز شد، به این معنی است که داره نزدیک به سقف خودش میرسه قیمت بیت کوین و احتمالاً به زودی ریزش می‌بینیم. به همین دلیله که ببینید خط قرمز رو اومده روی باکس قرمز رنگ ما و حتی بالاتر از اون، اینجا هم همچنین این سقفش رو زده. یه جا اینجا سقف زده، یه جا اینجا، یه جا اینجا، یه جا اینجا. و زمانی که خط قرمز ما به این باکس سبز اومده و یا زیر اون رفته، به این معنی بوده که محدوده مناسبی رو برای خرید ایجاد کرد. اینجا، اینجا، اینجا و اینجا که دو ماه پیش بود. خط زرد ما گفتیم به چه درد می‌خوره. خط زرد هم همین کاربرد داره. از خط قرمز شما هم برای یافتن سقف و هم کف میتونید استفاده کنید. ببینید اگر چند دقیقه پیش من چی گفتم؟ گفتم که آقا هدف ما این بود که، یعنی هدف من این بود که دنبال یک روشی بودم که ارزش هر ارزش حقیقی یا ذاتی بیت کوین رو پیدا کنم، که زیر ارزش واقعیش بخرم و زیر و بالای ارزش واقعیش بفروشم. این هایی که دارم بهتون میگم، میگم آقا بالای این رفت، یعنی بفروشید، یعنی که قیمت بالای ارزش واقعیش قرار گرفته و تصمیم به فروش رو شما باید اتخاذ کنید. و زمانی که وارد باکس سبز رنگ میشه، مثلا نمودارهای دیگه که توضیح دادم، مثل نمودار 200 هفته‌ای که به خطش میخوره، زمانی هست که قیمت زیر ارزش واقعیش قرار گرفته و شما تصمیم به خرید میتونید اتخاذ کنید. خط زرد پس چی بود؟ خط زرد کف رو به ما نشون میده، خب، اما بازه زمانیش یکم بین کوتاه مدت و میان مدت، یعنی در کوتاه مدت هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی قیمت زیر خط زرد ما که اومد، میفهمیم که آقا بخر، زمان مناسبیه بخرید با دید کوتاه مدت و میان مدت. برای سقف یابی ازش نمیتونیم استفاده کنیم، از خط قرمز آره، اما برای خط زرد فقط برای کف یابی در میان مدت و کوتاه مدت. مثلا اینجا اینو که میزنه نشونه ای بوده که احتمالاً روش میکنه. زیر این خط که اومده روشونه خیلی مهم بوده که روش میکنه. اینجا میاد زیر خط، اینجا خط رو تاچ میکنه، یک کمی پایین، که واسه هم نشونه ای از این بوده که محدوده مناسبی هست برای خرید. به نمودار بعدی بپردازیم. The Powell Multiple یا آره دیگه Powell Multiple. این نمودار ماینرهای بیت کوین و سود اونها رو مد نظر خودش قرار میده. همچنین این نمودار بازه‌های زمانی رو که در اون ارزش بیت کوین های ساخته شده بسیار کم هست در جعبه سبز رنگ به ما نشون میده که روی نمودار میتونیم ببینیم، که به این معنی است که میتونه بیت کوین بازدهی بسیار خوبی برای کسی که در این لحظه میخره ایجاد کنه و به سرمایه گذاران این نتیجه رو بده که محدوده مناسبی برای خرید هست. و همچنین بازدهی زمانی رو که قیمت بیت کوین بسیار بالا هست، این نمودار در جعبه قرمز رنگ به ما نشون میده که میتونید ببینید، که زمان هایی رو به ما نشون میده که میتونید شما سود خودتون رو برداشت کنید و بیت کویناتون رو بفروشین از بازار خارج بشه. ببینید تقریبا این نمودار قبلی هم کاربرد دارن. یعنی اگر شما دیدید که وارد محدوده سبز رنگ شد، به این معنی هست که محدوده مناسبی برای خرید هست، و وارد محدوده قرمز رنگ شد، به این معنی هست که محدوده مناسبی برای فروش هست. فقط محاسبهشون با هم فرق داره. یعنی این از همون اطلاعات ماینرها استفاده میکنه و قبلی از اون اطلاعاتی که گفتم. پس بر این اساس هر زمانی که خط قرمز ما وارد باکس سبز شد، شما تصمیم گیری به خرید رو آغاز میکنید، و زمانی که قیمت ما وارد باکس قرمز رنگ شد، شما تصمیم به فروش رو اتخاذ میکنید. این هم بود از این نمودار Powell Multiple که اینجا ببینید وارد باکس سبز شده قیمت چند بوده؟ $2. وارد باکس قرمز میشه قیمت چنده؟ $200. $1000. وارد باکس سبز میشه قیمت چنده؟ $175. وارد باکس قرمز میشه قیمت چنده؟ $20,000. $175. $20,000. $175. $20,000. جالب. یا اینجا $3,200. $14,000. اینجا نوشته 12,900. من خب شادو سایه‌ش هم در نظر بگیریم، همین 14,000. اینجا هم باز زده، احتمالاً ما یک سقفی رو بالاتر از 14,000 قبلی برای بیت کوین می‌بینیم بر اساس این نمودار. پس کاربرد این نمودار بلند مدت هست و نمودار قبلی که بهش پرداخته اکثرا برای میان مدت، خط قرمزش برای بلند مدته، اما خط زردش رو برای میان مدت و کوتاه مدت هم
استفاده میکنیم. بریم نمودار بعدی، نمودار STF یا Stock to Flow، که در کتاب یک گوشه چشمی براتون بهش انداختم.